با درود خدمت شما بینندگان عزیز وقتتون بخیر پیامی رو که در دلم هست میخوام با شما عزیزان بیننده امروز در میون بذارم مسیح برای ما دعا میکنه شاید تعجب کنید این رو میگم ولی نمونه دعایی رو که در متاباب باب شیش مسیح نشونمون میده میگه که اینطور میگه ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد ما به این میگیم دعای ربانی با این جمله شروع میکنه میگه ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد با این شروع میکنه در ابتدای این دعا ایسا اقرار به پدری خدا رو به ما یاد میده چون میگم این دعا رو به عنوان نمونه به ما داد نه اینکه فقط همین دعا رو بکنیم ولی یه نمونه ای داد که چطور دعا کنیم. اقرار به پدر... پدری خدا رو یادمون داد. خدا پدره. پدری که از هیچ کاری برای فرزندانش دریغ نمی کنه. پدری که زمینی نیست. پدری است که الهی آسمانیه چون میگه که ای پدر ما که در آسمانی. گرچه ما های مختلف از پدر زمینی خودمون داریم حالا ممکنه پدر زمینیمون خوب باشه یا بد باشه یا به خنسا خونسا باشه آنچه که مسلمه اینه که همهشون با همدیگه فرق دارن و اینکه این پدر آسمانی با همه پدرهای زمینی فرق داره خود پدرهای زمینی با هم فرق دارن و همون نسبت خیلی بیشتر از این پدر آسمانی با پدر زمینی فرق داره هر چقدر پدر زمینیمون خوب باشه در مقایسه با پدر آسمانی خود اون پدر زمینی هم میشه فرزند برای پدر آسمانی. این پدر آسمانی گذشته، حال و آینده ای ما رو جلوی چشم خودش داره. در حالی که پدران زمینی اینطور نیستن. مثل من و شما پدران زمینی هم در حال زندگی میکنن. بر اساس حال تصمیم میگیرن. ولی این پدر آسمانی گذشته، حال و آینده ما رو جلوی چشم خودش داره. در مزمور 47 آیه 4 این آیه رو میخونیم. میگه میراث ما را برای ما خواهد برگزید یعنی جلالت یعقوب. در واقع این آیه اینطور میگه که این پدر آسمانی میراث ما رو که افتخار قومش باشه برای ما انتخاب میکنه. افتخار و مایه غرور قوم چی هست یعنی حضور همیشگی خدا در خیمه قوم یعنی خدا با ما این افتخاری هست که برای قوم خدا هست که حضور خدا روز و شب با قوم خودش باشه در جریان کوچه قوم از مصر به سرزمین کنعان میبینیم که خدا چطور حضورش در روز مثل ستون آتش و در شب مثل ستون در رو... روز به عنوان ستون ابر و در شب به عنوان ستون آتش ستون نور اینها رو رهبری میکرده و حضور خدا روز و شب با قوم خودش بوده این میشه غرور مایه افتخار مایه شادمانی قوم یعنی حضورش در بیابان به صورت ابر و آتش ما رو همراهی بکنه در یوحنا باب یک در مورد کلمه ما میخونیم میگه کلمه ای که خدا بود آیه دوازدهش میگه اما که به کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردن در آیه چارده باز میگه که کلمه جسم گردید در میان ما ساکن شد کلمه ای رو که استفاده میکنه میگه که خیمه زد در میان ما خیمه زد این اصل ساکن شدن فعل اصلیش خیمه زدنه یعنی هر کسی که او را قبول بکنه به اون اسم فرزند بر او قرار میگیره و فرزندان خدا میشن و خدا در میان فرزندان خودش خیمه میزنه یعنی اینکه حضور همیشگیش رو ما در میان ما بین ما به عنوان فرزندانش تثبیت میکنه یعنی میگه که جلال او رو دیدیم جلالی شایسته پسر یگانه پدر در واقع شخص دوم از اصلی اقدس. در ابرانیان 725 اینطور میخونیم میگه از این جهت نیز قادر است که آنانی را که به وسیله وی نزد خدا آیند نجات بی نهایت بخشد چون که دائما زنده است تا شفاعت ایشان را بکند او دائما زنده است و برای ما نزد پدر شفاعت میکنه. شفاعت چیه؟ شفاعت یعنی اینکه به نیابت کسی یعنی برای و به جای ما دفاع، برآن، دادخواهی، پادر میونی کردن، میانجیگری کردن، میانجی شدن، وساطت کردن. این یک کلمه دادگاهیه یعنی وکالت اون کسی که یکی وکیل یکی وکیل ما میشه شفاعت میکنه در واقع وکالت ما رو میکنه یعنی اینکه برای ما و به جای ما از ما دفاع میکنه برهان میاره دادخواهی میکنه پادرمیونی میکنه میانجیگری و میانجی میشه وساطت میکنه بله عیسی برای ما دائما این شفاعت ها رو میکنه چون که دائما زنده است اگر زنده است و شفاعت میکنه یعنی اینکه بی تفاوت و بی خیال نیست او احتیاجات ما رو بهتر از ما میدونه و میشناسه پس قابل اعتماده چقدر خوبه وقتی که خدایی که زنده است و دائما میانجی هست برای ما دائما دادخواهی میکنه برای ما دائما در حضور پدر برای من و شما دعا میکنه وساطت میکنه چقدر خوبه در این زندگی دو طرفه در این رابطه دو طرفه صدای دعای عیسی رو در زندگیمون بشنویم با صدای دعای او ما هم همراه بشیم در انجیل یوحنا باب 17 ما ببینیم که عیسی برای شاگردان دعا میکنه برای کلیسا دعا میکنه برای آیندگان دعا میکنه برای آیندگان وعده روح القدس رو میده باب 17 یوحنا رو تشویقتون میکنم که بخونید این رو و دل عیسی رو در مورد نسبت به دعا برای ما درک بکنیم بفهمیم که عیسی با چه دلی برای من و شما برای شاگردان برای کلیسا دعا میکنه و این رو میبینیم که قبل از دستگیریش هست وقتی دعاش تموم میشه در کلام خدا میگه که در این دعا انقدر مجاهده میکرد میگه قطرات عرقش مثل قطرات خون بود یعنی با جدیت دعا میکرد و میدونست که چه چیزی جلوی روش هست ولی در حین این که میدونش سلیب جلوی روح هست با دانش صلیب جلوی رو جلوی پاش برا من و شما دعا میکنه چون دائما بعد از اون زنده است نموند روی صلیب قیام کرد مسیح زنده است دائما من برای من و شما شفاعت میکنه در رساله اول پتروس باب به باب پنج آیه هفت میگه که و تمام اندیشه, اندیشه خود را به وی واگذارید زیرا او برای شما فکر میکند بله با این تفاصیلی که گفتم براتون او قادره که اندیشه های ما رو بدونه بخونه و اندیشه های ما رو حمل کنه چون میدونیم برای ما فکر میکنه یعنی برای ما برنامه ریزی میکنه چار اندیشی میکنه علاوه بر این برای من و شما دعا میکنه باب 17 انجیل یوحنا گفتم باب دعای عیسی هست ما دل عیسی رو برای همه آدمیان و بشریت میبینیم میبینیم با چه غیرتی برای دوازده شاگرد خودش با چه غیرتی در حد قطرات خون قطرات عرقش مثل خون برای من و شما دعا میکنه با آیات 8 تا 19 و همینطور به آیات 20 تا 26 این باب خوب توجه بکنیم که با چه غیرتی عیسی برای من و شما دعا میکنه این دانش که عیسی هر روز برای ما فکر میکنه برنامه ریزی میکنه دعا میکنه شفاعت میکنه با این دانش که او دائما زنده است گفتم او بر روی صلیب نموند جسد او بر روی صلیب زودتر از اجساد بقیه مردگان اونایی که مصلوب شده بودن موند روی صلیب بنابراین او زنده است دائما برای من و شما شفاعت میکنه باشد که امروز من و شما هم هم صدا بشیم در این دعایی که عیسی برای من و شما میکنه